اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما به صدای رادیوی جهانی پارس گوش می دهید. با برنامه پند، حقیقت آشکار، همراه با کشیش ایوان آستاوسادوریان در خدمت شما هستیم. گر به آسمان بنگرم در آنجایی محبت حقیقی من تویی، بهره من جانت را فدا کردی، با مرگت بر صلیب زجر کشیدی، آرامش مسیح ساخت قلبم، نیست تاریکی هرگز در وجودم، حال نور پر جلالش هست در من، سرود محبتش هست حیاتم، محبوبم عیسی، تو بی همتایی عشق عظیم داری، چه پر جلال خواستم درباره مطلبی با شما صحبت کنم، مطلبی با شما در میان بذارم
و اون مطلب مربوط میشه به تاجهایی که خداوند عیسی مسیح به ماها قول داده. ولی برای اینکه بهتر ما بفهمیم، خدا را به مدد میطلبیم و میگیم که خداوند عیسی مسیح به ما کمک کن که ما بتونیم تمام این مطالب را در فکر خودمون جا بدیم. و برای این منظور ما ابتدا دعا میکنیم، تقاضا میکنیم. ای خداوند عیسی مسیح، از حضورت میطلبم که این مطلبی که میخواهیم صحبت کنیم باعث جلال نام تو باشه و خداوندا تو با روح القدست این مطلب را برای ما باز کن، زیرا برای خودت و جلال خودت میطلبم. آمین. پس دوستان عزیز، ما درباره موضوعی صحبت میکنیم که خیلی حیاتی و خیلی جالبه. این موضوع مربوط میشه به تاجهایی که به هر کسی داده میشه، البته افرادی که واجد شرایط باشن. و حالا این تاجها چی هست؟ ماهیتش چی هست؟ ما زیاد اطلاع نداریم، اما حتما یک هدیه است که عیسی مسیح، یا اجری است که عیسی مسیح میده و اون تشبیه شده به تاج. تاج یعنی یک سمبل پادشاهی، افتخار و شرف، بزرگی، عظمت و اینطور چیزا. اولین تاجی که ما در کلام خداوند میخواییم بررسی کنیم در رساله یعقوب باب 1 آیه 12 پیدا میشه. یعقوب میگه خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیات را که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد یافت. خدا را شکر. پس اولین تاج ما میبینیم که تاجی است که ما باید در تجربیات، در آزمایشات متحمل بشیم. و وقتی که متحمل شدیم و پیروز بیرون اومدیم، خداوند عیسی مسیح به ما یک تاجی میده به نام تاج حیات، تاج حیات ابدی. و خدا را شکر میکنیم که هر چه خداوند عیسی مسیح گفته آن را انجام خواهد داد. دومین تاجی که ما در کلام خداوند بررسی میکنیم تاجی است که پتروس میگه. پتروس درباره یک تاجی صحبت میکنه که مربوط میشه به خدمت. خدمتی که ما به هموطنان، به هم نوعان، به هم ایمانان خود انجام میدیم. پتروس رسول در باب 5 آیه 3 و 4 میگه و نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید. ملاحظه می‌فرمایید اینجا پتروس میگه که برای گله نمونه باشید. گله کیه؟ گله ایماندارانی هستند که تشبیه شدن به گوسفند، و گله گوسفند تشبیه شده به ایمانداران. چرا؟ برای اینکه گوسفند یک حیوان بی‌آزاری است، یک حیوان خیلی مفیدی است که تمام وجود گوسفند باعث برکته و مفید واقع میشه. بنابراین ایماندار تشبیه شده به گوسفند، بی ایمان یا کسانی که یاغی هستن تشبیه شدن به بز. حالا در اینجا پتروس میگه برای گله، برای ایمانداران نمونه باشید تا وقتی که عیسی مسیح ظاهر میشه تاج ناپژمرده جلال را بده. پس دومین تاجی که ما داریم تاج جلاله. و چقدر زیباست که انسان این تاج را داشته باشه، تاج جلال، تاج زیبایی، تاج افتخار. و این تاج جلال در خدمت به هم نوعان داده میشه. یه تاج دیگری داریم که پولس رسول از آن صحبت میکنه و آن تاج عدالت اسمشه. حالا این تاج چرا اسمش عدالته؟ برای اینکه پولس رسول میگه که در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 7 و 8
هولس رسول میگه به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز، یعنی روزی که برمیگرده، به من خواهد داد، و نه به من فقط، بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. پولس میگه من به جنگ نیکو جنگ کردم، دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشتم. یعنی تا آخرین نفس من نسبت به عیسی مسیح امید بودم و برای همین منظورم عیسی مسیح به من تاج عدالت را میده. و تاج عدالت میگه نه فقط به من میده، بلکه به تمام اونهایی که ظهور او را دوست میدارن. و چقدر زیباست که ما ظهور عیسی مسیح را دوست داریم و میدانیم که یه روز عیسی مسیح وقتی برگرده به ما تاج عدالت میده، اگر نسبت به او تا آخرین لحظه وفادار بمانیم. و تاج دیگری داریم که پولس رسول از آن باز صحبت میکنه و اسمش تاج افتخاره یا تاج فخر. در اول تسالونیکیان باب 2 آیه 19 پولس رسول میگه زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما مگر شما نیستید در حضور خداوند ما عیسی مسیح در هنگام ظهور او. پس میگه تاج افتخار ما تو هستی، شما هستید. عزیزان وقتی ما مردم را به سوی عیسی مسیح هدایت میکنیم و این مردم از گناهانشون آزاد میشن، ما اینها را صید کردیم برای عیسی مسیح. و وقتی ما این کار را انجام میدیم، عیسی مسیح به ما تاج فخری میده. یعنی میگه که شما افتخار این را دارید که این همه میوه که شما آوردید، این تاج به شما تعلق پیدا کنه. و ما سعی کنیم که این کلام خداوند که قادر مطلقه، یعنی واقعا کلام خدا بیماننده، برای اینکه عیسی مسیح خداوند تمام سیارات، تمام خورشید، ما، همه اینها را با کلام خودش نگه می‌داره. و در رومیان میگه که کلام تو قدرت داره و من خجالت نمی‌کشم که این کلامت را به مردم بگم. پس اگر ما خجالت نکشیم و کلام خداوند را به مردم بدیم، این کلام زندگی مردم را دگرگون می‌کنه، عوض می‌کنه و عیسی مسیح میشه رئیس زندگی اونها. وقتی ما این جانها را صید کنیم برای عیسی مسیح، پدر که خداوند حی و قادر مطلق، در عیسی مسیح جلال پیدا میکنه و ما شایستگی پیدا میکنیم که این تاج فخر را بیابیم. تاج دیگری داریم در فیلیپیان، رساله فیلیپیان باب 4 آیه 1 میگه که بنابراین ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من، به همینطور در خداوند استوار باشید. ای عزیزان، این تاج اسمش تاج محبته، تاج محبت برادرانه، که ما وقتی برادران را محبت میکنیم، خداوند این تاج را به ما میده. پس تا اینجا بیاد داشته باشیم، تاج حیات در وقتی که در آزمایش ها و تجربیات پیروز میشیم به ما داده میشه. تاج جلال وقتی که به ایمانداران خدمت میکنیم، با نمونه شدن تاج جلال به ما داده میشه. تاج عدالت وقتی که در زندگیمون نسبت به مسیح وفادار میمانیم، تاج عدالت داده میشه. تاج فخر وقتی که مردم را به سوی عیسی مسیح هدایت میکنیم، تاج فخر داده میشه. و تاج محبت وقتی که به برادران، به همه ایمانداران، به همه ایمانداران محبت میکنیم، تاج محبت. و بعد حتی این تاج ها تمام نمیشه. در امثال سلیمان که در تورات یهود پیدا میشه، امثال سلیمان
باب 4 آیه 9 چنین می‌خوانیم. امثال سلیمان باب 4 آیه 9 میگه بر سر تو تاج زیبایی خواهد نهاد و افسر جلال به تو عطا خواهد نمود. خداوند میگه اگر در گفتار من امین بمانید و کلام منو محترم بداری، تو را معظم خواهم کرد و بر سر تو تاج زیبایی خواهم گذاشت. به جلال بر نام عیسی مسیح و افسر جلال به تو خواهم داد. پس اگر ما نسبت به کلام خدا احترام داشته باشیم و انجام بدیم، تاج زیبایی و جلال خداوند به ما خواهد داد. و حتی تاج دیگری داریم و تاج رحمت اسمشه. در مزمور 103 آیه 4 میگه تاج رحمت و رأفت را بر سر تو مینهند. چرا؟ برای اینکه میگه ای خداوند، ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک بخواند. در تبرک گفتن خداوند به ما تاج رحمت و رأفت را خواهد داد و خدا را شکر که ما در این تاجها باید پیروز بشیم، باید داشته باشیم. البته کلام خداوند به ما میگه که مواظب باش. یک هشداری عیسی مسیح در کتاب مکاشفه باب 3 آیه 11 به ما میده. میگه به زودی میایم، پس آنچه داری حفظ کن، مبادا کسی تاج تو را بگیرد. مبادا کسی تاج تو را بگیرد. عزیزان، اگر ما در این قسمت هایی که گفته شد امین و وفادار و حکیم نباشیم، کسی دیگه میاد جای ما را میگیره و اون تاجها مال او میشه. پس ما مواظب باشیم این تاج را از دست ندهیم. البته در باب 4 آیه 10 میخوانیم که مکاشفه باب 4 آیه 10 میگه آنگاه آن 24 پیر می افتند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت می کنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته می گویند ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. کلام خدا به ما می‌فرماید که این تاجها از آن عیسی مسیح که به ما عطا می‌کنه، به ما می‌بخشه. خب عزیزان، پس ما بدانیم که این تاجها ما با فیض خداوند می‌یابیم. نجات خداوند مجانیه. نجات خداوند با پول خریداری نمیشه. با کارهای خیر هم داده نمیشه. این تمام تاجها یک فیضی است که خداوند به ما عطا میکنه، هدیه ای است که خداوند به ما میده، مجانی میده. خود عیسی مسیح هم ما میبینیم در کتاب مکاشفه باب 19 آیه 12 تاجهای بسیاری بر سر خودش داره. یعنی اینطوری بگیم، عیسی مسیح خودخواه و که مغرور نیست، برای اینکه هر چی که خودش داره به ما هم میده، اما با شرط. پس ببینیم در کتاب مکاشفه باب 19 آیه 12 چی میگه. میگه چشمانش، چشمان عیسی مسیح چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمیداند. خدا را شکر که عیسی مسیح صاحب تمام این تاج هاست و اگر ما امروز قلب خود را به او بدیم و نسبت به او امین و وفادار بمونیم و پامون را از گلیم خودمون فراتر نذاریم، یعنی مغرور نشیم، بدانیم که ما هم
یک گناهکاری بودیم که خداوند با فیض و رحمت خودش ما را نجات داده و در آزمایشات، در خدمت، در زندگی، در صید جانها، در محبت نسبت به برادران و نسبت به کلام وفادار و امین باشیم، با حکمت رفتار کنیم، این تاجها عیسی مسیح به ما هم میده. پس عیسی مسیح خسیس نیست، سخی و دست و دلبازه. میگه عزیزان، شما هم اگر مثل من زجر بکشید، هر روزه تو صلیب خودت را برداری و دنبال من بیایی، من این تاجها را به تو میدم. ولی عزیزان نباید بترسیم، بدانیم که عیسی مسیح ما را تنها نمیذاره. عیسی مسیح گفته در آزمایشا با تو هستم، در خدمت در تو هستم، در وفاداری با تو هستم، در صید جانها با تو هستم، در محبت برادران با تو هستم و غیره. خداوند عیسی مسیح با ما هست، روحش در ما هست. پس فقط اجازه بدید که او در شما کار کنه، او کارها را به راه بندازه، دست شما را بگیره و در اون راهی که باید برید شما را هدایت کنه. خودتون نرید، از روح القدس جلو نیفتید، عقبم نیفتید، همگام بشید، مثل سربازهایی که مثل یک خط، مثل یک نفر قدم میزنن، قدم آهسته میرن. بنابراین ما با خداوند عیسی مسیح باید اونطور رفتار کنیم. آن موقع است که ما چه افتخاری خواهیم داشت. روزی که عیسی مسیح برمیگرده ما را خوشحال میکنه، به ما نشان میده که من همان خداوند هستم که امین هستم و این تاجهایی که به شما قول دادم به شما الان میدم. بیایید با هم یک دعایی بکنیم. خداوندا، در نام عیسی مسیح از تو میطلبیم که نسبت به ما این لطف و مرحمت را بفرما که با قدرت و قوت روح القدس ما را مس کن و انسانیت درون ما را قوی کن و در ما قدرت و قوت بذار که ما بتونیم با قوت روح القدس در این زندگی وفادار باشیم نسبت به تو، امین باشیم تا با تو سلطنت کنیم و این تاجها از آن ما هم بشه. خداوندا کمک کن که ما هر گونه کینه و کدورت، هر گونه گناه و ضعف را از خود بیرون کنیم و بدیم به تو خداوندا، و هر روزه صلیب خود را برداشته تو را پیروی کنیم. در نام خودت میطلبم ای مسیح جان، آمین. عیسای خداوند در حضورت هستیم، بهر ملاقات آمدیم، میخواهیم دائم ما با تو بمانیم، از حضورت سیراب شویم. مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را، مبارک بساز که عیسی محبوب همه وجود ما را. با امید آمدیم، با ایمان پذیریم محبت سماوی را، تشنه‌ایم تشنه حضور عیسی، سیراب کن روح و جان ما. مبارک بساز ای عیسی محبوب همه وجود ما را، مبارک بساز ای عیسی محبوب همه وجود ما را. Thank you.
نشویم، نرویم نرویم، در حضور تو میمانیم. میخواییم عیسی در ما تقدیس شوی، خودت را ظاهر نمایی. مبارک بساز ای عیسی محبوب همه وجود ما را، مبارک بساز ای عیسی محبوب همه وجود ما را، همه وجود ما را، همه وجود ما را، همه وجود ما را. امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. نبرد ما با جسم و خونی، نبرد ما با دیوار ظلمت، نبرد ما با احسانانی، نبرد با دشمن خلقت. من ایستاده ام با شخصی به روحش، من ایستاده ام با سپر ایمان، من ایستاده ام با فریاد زده هم به نام چقدره. هللویا. عیسی